با سلام به شما عزیزان در ایران زمین، هر کجای ایران که هستید و هر کجای این جهان گذرا که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم بود و همراه میهمانان این شماره تفسیر خبر بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرها و رویدادهای ایران و آنچه را که در عرصه منطقه و عرصه جهانی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. در ایران وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی می‌گوید اگر رشد اقتصادی در ایران، نرخ رشد اقتصادی به 8% نیز برسد، نمی‌توان عقب ماندگی‌های موجود را جبران کرد. آن سوتر بانک جهانی گزارش می‌دهد که در سال 2011 میلادی نزدیک معادل 7 میلیارد و چند صد میلیون دلار گاز ایران سوخت شده است. عدم مدیریت لازم و با کفایت باعث هدر رفتن چنین سرمایه عظیمی شده است. این در حالی است که وضعیت اقتصادی طبقه کارگر در ایران همچنان رو به وخامت دارد و طبقات دیگر، طبقات متوسط نیز همچنان با سفره‌ای که هر روز خالی تر می شود روبرو هستند. در همین مسیر کارکنان بانک تعاونی کشاورزی ایران در برابر مجلس شورای اسلامی دست به تجمعی اعتراض آمیز زدند. برادر ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. با من و شما هستند در این برنامه تفسیر خبر. در استودیوی لس آنجلس آقای وفا آذرباری روزنامه‌نگار و در لندن آقای ناصر محمدی روزنامه‌نگار که از طریق تلفن با ما خواهند بود. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. بینندگان عزیز، به اتفاق شما به آقای وفا آذربهاری خوش آمد میگیم. خوش اومدی وفا. سپاس از شما. سلام وفای عزیز. بذار از اینجا شروع کنیم. آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی شرح مفصلی داده درباره وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. گفته نرخ در جریان هستی. این توضیح رو من بدم که وفا بیشتر در زمینه اقتصادی روزنامه‌نگاری است که تمرکزش بیشتر مسائل اقتصادی و اخبار اقتصادی هست. اینی که من برای ایشون گاهی توضیح میدم از بابت این برخی از بینندگان ما احتمالاً در جریان این اخبار نیست. 8% هم برسه که رشد بسیار بسیار بالایی است، نرخ رشد جبران نخواهد کرد. قضیه چیه؟ واقعا به همین وخامته یا بیشتره؟ آقای چالنگی، ما از اینجا این بحث رو باید آغاز کنیم که آقای روحانی در تازه ترین اظهاراتشون در مورد همین بحث اقتصاد تأکید به این موضوع دارن که در حال حاضر ایران رشد اقتصادی منفی 8.5% رو داره تجربه میکنه و حتی اشاره به این موضوع دارن که با این حالی که خودشون خارج از دولت نبودن، حتی قبل از اینکه رئیس جمهور بشن، یعنی خارج از حکومت نبودن، واقعا تعجب کردن موقعی که این آمارها رو دیدن. موقعی که وزیر اقتصاد چنین صحبتی رو بهش اشاره میکنه، معاون ایشون حتی همین همزمان داره اشاره میکنه 1,000 میلیارد دلار هزینه در برداره که ایران رشد 8% داشته باشه و بخشی از این 1/4 به گفته ایشون باید از طریق سرمایه گذاری خارجی به دست بیاد. به همون خاطر موضوع به نظر من بسیار جدی است و
آدم‌هایی هم که ما داریم بهشون اشاره می‌کنیم مسلماً آدم‌های عضو کابینه و عضو دولت هستن. ما حتی از آماری که خود وزیر اقتصاد داره اشاره میکنه در مورد رتبه کسب و کار در ایران، ما بین 189 کشور ایران رتبه 152 رو داره. اگر از رتبه جهانی هم بگذاریم، رتبه منطقه‌ای به نظر من فاجعه انگیزه. میگه میان 25 کشور منطقه ما رتبه 22 رو داریم. بر اساس سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران تا سال 1404 خورشیدی ایران باید به رتبه اول برسه و اون بحث پیدا کنیم پرتغال فروش را. بسیار وضعیت به نظر من سیاه‌تر از آن چیزی است که حتی بتونه کسی تصور کنه. موافق هستین به لندن؟ خوشبختانه در همین فاصله ارتباط تصویری ما با آقای ناصر محمدی برقرار شد، در لندن از طریق اسکایپ با ما هستن. سلام به شما آقای محمدی عزیز. درود بر شما جناب چلنگی و جناب آذربهاری و شنوندگان و بینندگان به ویژه هموطنان در ایران. همون پرسشی که من از آقای وفا آذربهاری داشتم، ببینید وزیر اقتصاد گفته که اگر نرخ رشد اقتصادی به 8% هم برسه، چون این رشدی برسیم، نمیتونیم جبران عقب موندگی های موجود رو. چه شده که امروز روز به این فکر افتادن وزیر اقتصاد در دولت کسی که سالها رئیس شورای امنیت ملی نظام بود و از دستاندرکاران نظام ولایت فقیه در ایران؟ والا جام چرنگی، من در برنامه پیشم خدمت رو عرض کردم که درست است که آقای روحانی و همکارانشون به هر حال در حکومت بودن، ولی تا این اندازه با این مسائل و مشکلات و بحران اقتصادی به نظر من به این عمق آشنا نبودن. و حالا وقتی میان صحبت میکنن، صحبت از این میکنن آقای وزیر اقتصاد گفته استش که ما الان رشد همونجوری که شما اشاره فرمودی رشد 8% هم داشته باشیم نمیتوانیم برسیم. و به درستی هم این گونه هستش که نه در کوتاه مدت، حتی در میان مدت نخواهم توانست این معضلات اقتصادی رو حل و فصلش بکنن. جناب آذربهاری توضیح دادن در این زمینه و واقعیت هم همین هستش که وضع به گونه ایست که نه تنها در کشور در مقایسه با کشورهای منطقه یا جهان، حتی من میخوام بگویم که چند کشور هستن فقط در نظر اقتصادی از ایران عقب تر هستن، مانند زیمبابوه و بنگلادش و غیره که اساسا کشور قدرتمندی به حساب نمیاد. ولی از نظر اینکه کشوری مانند ایران با اون همه درآمدی که داره و با اون همه استعدادها و امکاناتی که داره به یک چنین وضعیتی دچار بشه، البته تاریخچه طولانی داره که از ابتدای انقلاب شروع میشه، ولی به هر حال در دولت 8 ساله آقای احمدی نژاد زیانهای سنگینی به هر حال وارد شد. جناب چلنگی، 740 میلیارد دلار درآمد نفتی بوده که قابل مقایسه نیست اصلا با سالها و دهه های پیش از اون، ولی اینا همه هدر رفته یا به صورت واردات در واقع مصرف شده که بخش عمده ای از اون بالای 50 میلیارد دلار صرف واردات شده از چین و از این کالاهای بنجل و غیره. و ضمناً هیچ کس به فکر این نبوده که از این سرمایه برای طرح‌های عمده اقتصادی، برای طرح‌های بنیانی اقتصادی استفاده بکنه. خاطرتون باشه که حتما هست، ما در گذشته مجتمع‌های کشت و صنعت فراوانی داشتیم، همه اینها در واقع از بین رفته. آقای چرنگی، در این سالها حتی یه دو تا سد نساختن. خب ما نگاه میکنیم میبینیم قبل از انقلاب، حالا هر وقت آدم صحبت میکنه بعد ممکن است تصورات دیگری بشه، ولی در عرض مثلا شما حساب بکنیم 10 سال 15 سال چندین سد بزرگ ساخته شد که اینها به کشاورزی منطقه تو مناطقی که بود، به صنعت منطقه و به پیشرفت اقتصاد کمک کرد. ولی خب این کار انجام نشده و از ابتدا هم نشده، مگر بیش از در عرض 34 سال
شما یه دونه سد درست حسابی مثلا نساخته بودید. سدهای مختلفی البته آقای محمدی ساخته شده، یعنی به سدهایی ساخته شده حالا که شما با کارشناسان بگن سدهای کارآمدی نیست. اونجور سدها ساخته شده ولی یه سدی مثلا مثل سد دز، مثل سد کرج خب ساخته نشده. یا چیز یا دیگر چیزها، شما بیمارستان ها رو ببینید بل. حالا اگر ما مثلا جناب چالنگی فرض بکنیم که 4 تا برج در تهران ساختن، این که دلیل بر پیشرفت اقتصادی بسیار نه، من این حرف وزیر اقتصاد بیشتر مسئله بود، یعنی که اگر 8% هم بشه یعنی عقب موندگی ها اونقدر وسیع است که واقعا با نرخ رشد 8% هم نمیشه جبران کرد. خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم. خب ببینید ایشون هم داره یه واقعیت رو میگه، به این سادگی ها نمیتوان واقعا عقب ماندگی رو جبران کرد. حالا بخشی از این عقب ماندگی مربوط است به سوء مدیریت، نداشتن برنامه اقتصادی که آقای روحانی میگوین میخواهیم برنامه اقتصادی داشته باشیم، ظاهرا هم مثل این که همکاراشون یه برنامه اقتصادی تهیه کردن حساب شده، ولی اینکه تا چه حد قابل اجرا باشه بستگی داره به اینکه تا چه حد بتوانن با جامعه جهانی کنار بیان و بتوانن مشکلات رو حل بکنن. الان جناب چالنگی پول نفتی را که حتی به برخی کشورها میفروشن مانند چین و هند و ژاپن، اون رو نمیتونن تحویل بگیرن به واسطه مسائل بانکی. الان میبینیم که روزنامه تایمز اشاره میکنه که اگر بتواند کنار بیاد جمهوری اسلامی در گفتگوهایی که در این هفته خواهد داشت با 5 علاوه 1، اون موقع میتوان آزاد کرد بخشهایی از پولهایی که در اروپا بلوکه شده و ایران این رو نمیتونه در واقع به دست بیاره. دلاری که نفتی که فروخته نمیتونه به دست بیاره. 22 میلیارد یورو فقط چین هستش که به ایران بدهکاره و حالا تازه میگویند آقای علی لاریجانی که رفته بودن اونجا توقعشون و خواستشون این بوده که چین بیاید در ایران سرمایه گذاری کنه و بدین وسیله بتونه بدهیش رو پاس بکنه، بدهیش رو تسلیم بکنه. ولی با این مسائل تا اون مسئله واقعا کنار اومدن با جامعه جهانی، مسئله هسته‌ای حل نشه، جناب چالنگی من فکر نمی کنم این تلاش ها به این زودی ها به نتیجه برسه. آقای آذرباری، ایران پیش از انقلاب محمد رضا شاه پهلوی چه مخالفین چه موافقین، هر دو این جزء آمار و اسناد هست، تایید کردن که نرخ رشد اقتصادی ایران گاه دو رقمی 10-11-12 در نرخ بالایی. آرزویی دست کم آرزویی که محمد رضا شاه پهلوی داشت و بیان کرد اینه که ایران ژاپن دوم بشه در منطقه. برنامه ریزی ها هم در سازمان برنامه بودجه هر جا که بود در همین مسیر ترریزی شده بود، صنایع مادر پیریزی شده بود، صنایع خودرو سازی که میدونیم با ایران ناسیونال آقای خیامی، صنایع دیگه فولاد در اهواز و کسان دیگه زباهن ببر بر ایران در اون مسیر حرکت میکرد یا میخواست حرکت کنه گام های نخستین. الان ایران کجاست؟ 34 سال بعد از انقلاب با درآمدهای چندین برابر پیش از انقلاب ایران کجاست؟ موردی قابل لمس همه مردم میتونه باشه مسلما همین بحث گرونی و تورم اول منطقه و حتی این بحثی که مطرح شد میتونه رتبه اول در جهان، یک بحث اینجوری هم مطرح بود همین چندی قبل، به همون خاطر اینا بی ارزش بودن در حقیقت ریال و چیزی که یک گزارش هایی هم حتی تو اوج دوران سقوط دلار، سقوط ریال که دلار از مرز 4000 تومان هم عبور کرد که در حقیقت حتی ارزش پول ایران از پول افغانستان و سوریه، کشورهایی که برها در حال جنگ هم حتی هستن، پایین تره. به همون خاطر و بزرگترین چیزی که همونجوری که اشاره کردم وضعیت معیشتی است که حتی ثبات نسبی قیمت دلار که رو همون محدوده 3000 تومان هم باقی مونده، شما می‌بینید نتونسته گرونی رو مهار کنه با تمام تبلیغاتی که بعضی اوقات انجام شد مجدداً باز تو هفته‌های اخیر که آقا تا حدود این تورم رو تونستن مهار کنن، ولی قیمت‌ها همچنان سیر صعودی رو طی می‌کنه.
یعنی ایران ژاپن دوم نشد. خیر. اما در کشوری شده از نظر اقتصادی در حد، میتونیم مثالی بزنیم؟ مثال زدن شاید بتونه سخت باشه، ولی من مثالی که در قالب کشورهای جنگ زده ای، وضعیت نفتی الان، تولید نفت فقط عراق رو که حتی صدای آقای زنگنه رو در آورد، با این به هر حال اون کشور حالت مناسب و باثباتی نداره که اسمش عراق باشه، ولی شما می‌بینید در مورد وضعیت صنعت نفتش از ایران جلوتره. چرا؟ چون به هر حال سرمایه گذاری خارجی آنجا داره انجام میشه. خب ایران یه شرایطی داره که سرمایه خارجی رو جلب کنه، جذب کنه در زمینهای مختلف یا نه؟ سرمایه خارجی زیاد تمایلی به مهاجرت، سفر به ایران و ماندگاری در کشوری مثل ایران در شرایط حاضر نیست. در شرایط حاضر نیست و اصولا از بعد از انقلاب به خاطر مصادره ها و مسائلی که صورت گرفت، سرمایه چون دنبال امنیت میگرده و گریزان جایی که امنیت نباشه، و بعدش هم با تشدید تحریم های بین المللی که اصولا به اصطلاح کسی جرأت نمی کنه اصولا بخواد این ریسک رو بکنه و بخواد بره سرمایه گذاری در ایران بکنه. کشورهایی که دوست هستن مثل روسیه، کشورهای روسیه رو آقای چالنگی اصولا روابط اقتصادیش نداره. ما میتونیم بگیم بیشتر روابط سیاسی است، برخلاف چین روابطی نداره. و موقعی که این کشورها، حتی خود چینم بخواد انتخاب کنه ما بین غرب، بازار گسترده که کالاهای چینی در همین امریکا دارن، و جمهوری اسلامی ایران، مسلما غرب رو انتخاب میکنه برای منافع خودش. و اما آقای محمدی عزیز، ریشه همه این مسائل واقعا کجاست؟ آیا در اینه که اقتصاد هم جناح بندی شده وابسته و فرمان بردار و منافع جناح‌های مختلفه؟ تحریم هاست؟ سوء مدیریت؟ ایدئولوژیه؟ کدوم یکی هست؟ همه اینا با هم اجرام چلنگی. مثلا این هستش که در داخل ببینید، خب یعنی همه اینها ریشه در سیاست داره. و از ابتدای کار جمهوری اسلامی اصلا باور نداشته به مسئله اقتصادی، مسئله اقتصادی رو اصلا مسئله نمیدونسته. به خاطر همین هم برنامه اقتصادی نداشتن جناب چلنگی. و به صورت اون دفعه عرض کردم خدمتتون، فکر کنید رئیس جمهوری مانند آقای احمدی نژاد این نگاهی که به قضیه داره اینجوریه که ایران یک کشور بزرگ نیست، آقا به هر کسی 2000 متر زمین بدیم بره واسه خودش باغچه هم بکاره و باغچه درست کنه و ویلا درست کنه، اینجوری نگاه کردن. اما الان دو بخش است. به هر حال بعد از این همه اشاره فرمودید، الان آقای آذربایجانی توضیح میدادن که نیاز به سرمایه گذاری خارجی داره، نیاز به سرمایه گذاری داخلی هم داره. اما سرمایه واقعا دنبال امنیت میگرده، وقتی این امنیت وجود نداره مجبورن مهاجرت کنن، برن یا متمرکز بشن در کشورهای دیگر. ما میبینیم که مثلا سرمایه گذاران ایرانی در خود دبی و امارات 800 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن، که میبینیم اونها هم در خطر هستن به خاطر اینکه خب دولت دبی هیچ تضمینی نداره، میدونیم بسیاری اصلا حساباشون هم بستن. این یک بخش قضیه است که خصوصی سازی انجام نشده، به گفته همین وزیر اقتصاد میگوید 17% واقعی است، بقیهش در واقع به خودی ها دادن، امثال آقای بابک زنجانی، امثال کسانی که آقازاده ها هستند و وابسته به بیت های مختلف از جمله بیت رهبری وابسته به اینها هستند. از طرف دیگر سپاه دست داره نهادهای امنیتی، این یه قصه است. و سوء مدیریت اقتصادی، انحلال سازمان برنامه، عدم استقلال، یعنی گرفتن استقلال بانک مرکزی. از طرف دیگه هم در رابطه با خارج، خب شما ببینید کشور رابطهش محدود است به چند کشوری که مثلا مانند روسیه که حالا 20 ساله داره واسه ما نیروگاه بوشهر رو میسازه یا اسلحه از اونجا بخرن، یا کشور چین، یا بقیه کشورهای مانند سوریه و غیره که همش باید جمهوری اسلامی. بله، خب اینا همه رو شما تو چه جناحی میبینید؟ یعنی ببینید به هر حال هر کشوری یه ارتباطات خارجی داره، هر دولت و حکومت، حکومت ایران هم ترجیح میده برای مسائل سیاسیش در منطقه یا هر چه هست
با روسیه و سوریه و چین ارتباط داشته باشه. تا اینجاش میتونه عیبی نداشته باشه. اما عیبش از کجا شروع میشه؟ جناح‌بندی سیاسی و ارتباطش با مساله اقتصادی جناح چقدر در اقتصاد ایران در خالی کردن سفره مردم مؤثر است؟ وگرنه بسیاری از کشورها هستن با روسیه روابط بسیار دوستانه دارن، چون این مشکلی هم ندارن. بله. یا با آمریکا یا با بقیه کشور. بفهم. ببینید، به جای اینکه فرض بکنید آدم به قول این وریا تمام توقعاتش رو توی سبد بذاره و محدود بکنه خودش رو به چند کشور، که تازه اونها هم فقط بهره برداری بکنن و فایده ای نداشته باشن، خب اگر این در باز بشه، این اقتصاد بتواند با همه دنیا مبادله بکنه، طبیعی است که در نهایت بر سر سفره مردم نان هم خواهد آمد. مسئله این استش که تمام امکانات رو در اختیار یک ایدئولوژی قرار دادن و اون ایدئولوژی این استش که اسلام رو حالا تقویت بکنن به قول خودشون، و در این حال از همون موقعی که آمدن انقلاب دوم رو شروع کردن، مبارزه با غرب و معارضه با غرب و خصوم و دو آمریکا، خب میبینیم که به ترتیب به تدریج اصلا روابط با کشورهای اروپایی هم الان به جایی رسیده که معاملاتی ندارن. یادتون باشه مثلا دو دهه پیش، خب اروپا اقلا شریک تجاری ایران بود، بسیاری از کشورها مانند آلمان و فرانسه و غیره همکاری میکردن، ولی الان اونها هم نمیکنن. تمام اینا برمیگرده به کجا؟ به مسئله اتمی. خب این مسئله اتمی ریشش در کجا هست؟ ریشش سیاسی است. اصلا تردیدی نمیشود کرد. بسیار. اگر واقعا میخواهن انرژی هستی حتی مسلمان ماست، بسیار خوب، اگر واقعا میخواهن یعنی بهره برداری صلحانیز از انرژی اتمی بکنن، کسی مانعشون نیست، مانند نیروگاه بوشهر. ولی وقتی مخفی کاری میکنن، خب کار به اینجا میرسه. به مسئله اتمی ما آقای محمدی قطعا خواهیم رسید. ما حتما منظورم این هستش که اینها هم ریشه سیاسی داره، ریشه اقتصادی نداره. تمام این ضرباتی که داره مملکت داره میخوره از همون هوا و هوس های سیاسی است که واقعا حساب نشده هم هست. خب آقای آذربایجانی، ببینیم خبرها رو بینندگان ما هم دارن، شما قطعا همه خبرهای اقتصادی میدونم دنبال میکنم. ببینید، در حال حاضر مدیران تعاونی های کشاورزی رفتن جلو مجلس، کارخونه های هست که هر روز کارگرانشون بیکار میشن، کارگران پلی اکریل و بقیه جا، توضیح بیشتر نمیدم، بینندگان در جریان اخبار هستن. در این وضعیت بلبشوی اقتصادی چه قشرها و طبقاتی بیشتر لطمه میبینن؟ حالا گو که میرن در مجلس، امیدواریم به کارشون رسیدگی بشه، هرچند گفته میشه بر در ارباب بیمروت دنیا چند نشونی که خاجه کهی به در آید. کدوم قشر، کدوم طبقه بیشتر زیر فشار هست؟ به نظر من همه قشرها، مسلما قشر کم درآمد بدون قید و شرط، اما فقط شامل قشر کم درآمد نمیشه، چون به هر حال موقعی که قدرت خرید بیاد پایین، اون بازاری و آن فروشندم فروشش میاد پایین و راضی نیست مسلما از روند موجود. اما اون چیزی رو که آدم داره میبینه و لمس میشه و گزارش های رسمی هم چنین چیزی رو تایید میکنه، ادامه روندی است که کاهش کوچک شدن سفره معیشتی مردم رو در بر داره و حتی غیر قانونی عمل کردن در مورد مثلا افزایش دستمزدها که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس میزان تورم رسمی این نرخ بره بالا، ولی در سالهای اخیر پایین تر از نرخ تورم رسمی که خود حکومت اعلام میکنه نرخ بعضی از کارگران رو، اون هم کارگرانی که زیر چتر قانون کار هستن، اونم نتازه همه کارگران رو. به همون خاطر ادامه روند مسلما بیشترین فشار زیر قشر کم درآمده، اما تبعاتش رو کل جامعه باش دست به گریبان، حتی کشاورزان.
کشاورزان روستاهای ما در شورست داده روستاها که باز بر اساس آمار رسمی تورمش از مرز 42% عبور کرده، تورم روستایی. و در مورد کشاورزان که از کشاورزان بخش برنج شما بگیر تا چای که بسیار گلمند هستن، چه از واردات به اصطلاح بیرویه برنج، و چایکاران که پولشون دولت بدهی داشت به خاطر میزانی که چای خریده بود و بهشون نمیداد، اخبارهای جست و گریخته‌ای بود که بالاخره خواهند پرداخت. به همون خاطر در این دو بخش بسیار وضعیت اسفناک در کل. خب اون چه که به عنوان برنامه دولت آقای روحانی، حجت الاسلام روحانی مطرح هست، آیا چشم‌اندازی رو مطرح میکنه که به هر حال این دوستایی ما، کارگر ما، صاحب حقوق اولیه‌اش سفره آبرومندی داشته باشه؟ آنچه که من تا به حال دیدم در دو بخش هست. یک اینکه وزرای به اصطلاح اقتصادی از وزیر نفت، وزیر صنعت و وزیر اقتصاد از همان ابتدا اشارهشون به هم وضعیت بسیار اسفناک بود که تا همین امروز هم ادامه داره. بحث تحریم ها و بدون اینکه تحریم ها برداشته بشه، از جمله آقای زنگنه وزیر نفت اصلا اصولا شوخی این واژه هم به کار بردن که آدم بتونه به قول معروف چشم انداز روشنی رو بخواد در مورد صنعت نفت و اقتصادی که مسلما بر پایه چنین چیزی میگرده آدم بخواد اشاره کنه. و بحث دومشون هم بود که وزیر اقتصاد چندین و چند همون اوایل تشکیل کابینه اشاره به اینکه که 3-4 سال طول خواهد کشید. همون بحثی که شما میبینین هنوزم ادامه داره. اصولا دولت اصلا قول این رو نداده که در کوتاه مدت چیزی رو حل میکنه. از موقعی که به خصوص این دولت آمد سر کار، قبلش اگر شعارهای انتخاباتی بود در همون حد بود، ولی از زمانی که آمده سر کار اشاره به میان مدت، یا بهتر بگویم دراز مدته، اگر چیزی بتونه حل بشه. ولی آقای روحانی با یک کلید اومد نیست برای مشکلات. بله، کلیده اینطوری که به نظر میرسه بر اساس اظهارات خود ایشون، کلیده توانایی یا قدرت اون رو نداره که لااقل در کوتاه مدت بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل کنه. یا قفل زنگ زده است یا کلید کلیده یا کلید کلید نیست. بله. کلید. خب آقای محمدی، ببینیم به تمام طبقات اشاره کردن آقای آذربهاری. یک نکته رو من اشاره کنم، بسیاری از بینندگان ما میدونن بازار در اوضاع سیاسی تاریخ معاصر ایران نقش بسیار مهمی داشته، با اعتصابات خودش، با همراهی با جریانات مردمی در طول تاریخ معاصر ایران تونسته حتی دولت‌های رو ساقط کنه و دولت‌های جدیدی رو که همراه و همسوی خواسته‌های مطالباتی بودن یا نبودن با مردم سر کار بیاره. اما در حال حاضر می‌بینیم در این 30 و چند ساله بازار نقش فعال سیاسی نداره آنچنان که در پیش از انقلاب داشت. می‌بینیم نقش بسیار مهمی هم در انقلاب داشت، جز یکی دو مورد، اون هم در مورد صنف طلافروش و صنف دیگه‌ای که اون هم درخواست‌های صنفی خودشون. خب این آیا نشونش این نیستش که همونطور که بسیاری از مردم میگن بازار ایران، بازار تهران از وضعیت موجود اقتصادی سود می‌بره؟ و این سکوت در برابر مسائل مردم یا غارت سفره مردم یا هر عنوانی بهش بدیم، دستی هم از بازار درش سهیم هست. این سکوت نشونه همراهی این دست هست با روحانیت حاکم. کدوم هست؟ ببینید جناب چلنگی، مثلا این هستش که بازار در گذشته، بازار سنتی رو وقتی اسمشو میاریم، خب کسانی بودن که با روحانیت در تماس بودن، در ارتباط بودن، مخارج اونا رو تأمین میکردن. و از این که اقتصاد از دست بازار داره خارج میشه و میرود به طرف شرکت هایی که تازه درست شده بود، کارخانجات جدید، شرکت های واردات و صادرات، و از اون حالت سنتی در آمده بود، ناراحت از اون بودن، ضمن این که مخالفت میکردن به خاطر اینکه منافع خودشون فکر میکردن که تأمین نمیشه. اما الان شما میفرمایید در اختیار بازاری ها کاری نمیکنه، اتفاقا همه اختیارات دست خود بازاری هاست. تمام کسانی که در این نهادها نشستن، چه در نهاد فرض بکنید بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، یا در خود بازار،
کسانی که سرنوشت رو تعیین میکنن کسانی هستن که دست در دست حکومت دارن. همین آقای عسکرالله که فوت کردن، خب یکی از اعضای مؤتلفه هستن، یکی از کسانی که بازارها رو میبستن و اعتراض میکردن خب امثال ایشون بودن. ولی از وقتی که جمهوری اسلامی آمد بر سر کار، اینها همه کاره داستان خود اینا شدن. حالا در خود بازار بسیار کسان هستن که بسیار هم پول دارن و اونها دارن اداره میکنن این بازار رو. درست است بسیاری از بازاری ها یعنی کسبه و بازاری ها حتی زیان هم الان دارن میکنن به واسطه این که اون بزرگاشون دارن بهره های کلان میدارن و اونها دست در دست حکومت دارن. بنابراین چرا باید اعتراض بکنن؟ دیدیم که یک بار همونجور که اشاره فرمودید در مورد بازار طلا وقتی که مسئله مالیات افزوده بر ارزش پیش آمد، آمد اعتراض کردن و فورا هم دولت عقب نشینی کرد، نمیتواند در مقابل ایستادگی کنه به خاطر اینکه اونها روابط نزدیک خودشون رو با حکومت دارن و با نهادهای حکومتی دارن و الان اصلا ضرورتی نمیبینن که علیه حکومت بخواهن کاری بکنن. اون خردپا هم خب این وسط همونجور که اشاره کردن حتی نه تنها کارگران و کارمندان و طبقه متوسط واقعا زیان دیدن، اون بازار اون کاسبی هم که امروز یه جنس رو میفروشه همون جنس رو باید فردا با قیمت بیشتر بخره، اون هم زیان دیده. حالا کشاورزان نه که سر جای خودشون، ولی اصل بازار دست اون بزرگان است که دست در دست حکومت دارن. جناب جان من نمیدونم واقعا اون کاسب زیان میبینه یا نمیبینه، اهل محل بهتر بود. من کاسب هایی رو میشناسم مثل علی آقا در 400 دستگاه فرح‌آباد، همون از اوائل بعد از انقلاب، بله از بابت اقتصادی شاکی بود برای اینکه گرفتاری های خرید مناسبی نمیتونست داشته باشه، ولی امروز چه وضعی داره؟ اگر هست در قید حیات، تنش سالم و کسبش پر رونق باد، همونطور که همیشه از راه به گفته کوشه و بازار و کاسبان عزیز ما از راه حلال کسب درستی داشته باشه. کسب حلال ممکن هست؟ با اجازه شما و جناب محمد، در مورد بازار که شما فرمودین، یک چیزی رو که به نظر من یاداوریش احتمالاً به جا خواهد بود در این برنامه، در این 35 سالی که از عمر حکومت گذشت، از دهه اولش، این پاکسازی فقط شامل ادارجات دولتی یا همکاران شما یا شاید خود شما در تلویزیون ملی ایران نبود. بازار، آن شکل بازار سابق و اون اشارات تاریخی که شما کردین، یادمون باشه از دل این بازار آدم‌های بچه‌هایی از دل این بازاری‌ها آمدن بیرون که در حقیقت آدم فعالین جبهه ملی یا جریان‌های مثل مجاهدین بودن، از حاجچانچی، رضایی، ابریشمچی. این فضا تغییر کرد و الان ما اون بازار به اصطلاح یا غیر سیاسی یا نزدیک به حکومت یک تلاشی بود که با جریان‌های اطلاعاتی و سرکوبگر حکومت پدید اومد. نتیجتاً مسلماً برای مالیات اینها اعتراض می‌کنن که حالا تا چه اندازه اعتراضشون تازه صحیح باشه اون خودش زیر سواله، ولی برای هیچ اتفاقی از جمله اتفاقاتی که بعد از انتخابات 88 افتاد، اینا کرکه ها رو پایین نکشیدن. به همون خاطر حکومت در این زمینه موفق شد، یعنی همون جوری که حتی روحانیت نزدیک به حکومت، ما روحانیتی هم داریم که اصلا نزدیک به حکومت نیست، ولی همه چیز رو به نوعی حکومتی کرد حکومت، حتی بازار، در حالی که قبلا نبود به نظر من اینجوری. و به نظر بسیاری چون آقای محمدی واقعا هم ببینید جناب چلنگی، از اون علی آقای محلتون که اشاره کردیم بهش، خب اونا در این مسائل شرکت نداشتن، همونجوری که اشاره کردن اون بازار سنتی یک سری آدم ها توش بودن که کار سیاسی میکردن و اون بازار رو هم به درستی گفتن که اون رو هم آدم تصویهش کردن و تنها کسانی که بهره برداری کردن از این مسئله حتی همون بقال و خاربار فروش و سوپرمارکتی اونهایی بودن که باز دوباره با مسجد محل، با افراد حکومت ارتباط داشتن، سهمیه های بیشتری از نظر اجناس مختلف میگرفتن
روغن میگیر، شیر میگیر، غیره و زالک، تا بتوانن از اون استفاده کنن. همش هم ارتباط با اینها داشتنه. بنابراین وقتی که این ارتباطات هست، نمیشود از بازار انتظار داشت که مانند سابقه بخواهن اعتراض بکنن. جناب شما برحال گفته میشه در ابتدا بنیاد ظلم اندک بود، ها حرف درخشان سعدی است، هر که آمد مزیدی بران کرد تا بدین قایت رسید. ادامه خواهیم داد با آقای وفا آذرباری هستیم در استودیو و آقای ناصر محمدی گرامی در لندن، هر دو روزنامه نگار، هر از دو نسل مختلف و در یک نقطه مشترک، نگاه مشترک به اوضاع جاری ایران. تا لحظاتی دیگر. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. از استودیو لس آنجلس با شما عزیزان هستم. آقای وفا آذرباری در استودیو و آقای ناصر محمدی در لندن. آقای آذرباری، بانک جهانی یه گزارش داد، قطعا گزارش رو در جریان هستیم، بینندگان ما بسیارشون هم میدونن، این گزارش 2011 در اثر سوء مدیریت و علل دیگه معادل 7 میلیارد و 300 میلیون دلار گاز ما سوخت و هدر و دود شد رفت. چی؟ چی میگفت پرویز فنیزاده عزیز در دود شد رفت؟ چرا؟ مهمترین موضوعش مسلماً در کوتاه‌ترین حالت ممکنه که آدم بتونه بگه سوء مدیریت. تو خود اون گزارش آمده مشکل اصلی این زیر ساخت هاست در صنعت نفت و گاز، تا ابد و ده چیزی ادامه پیدا نمی کنه. شما باید اینها رو بروز کنی، مثل البته هر گونه فعالیت تولیدی دیگر. بزرگترین گرفتاری هم که صنعت نفت و گاز ایران داره همین موضوعه. شما اگر میبینید طرف قطری داره اونجوری گاز رو تولید میکنه و میزان 0.5% بیکاری یا اصلا بیکاری نداره در قطر، مهمترین عاملش همین بروز بودن و سرمایه خارجی عظیمی است که در این مورد هست. ما در این گرفتاری که الان وجود داره مثالی است فقط بر کل مدیریت اقتصادی در حقیقت در ایران، و مسلما اون گزارش گزارش تکان دهنده است. این میزان ثروت ملی به هدر رفتن، و در خود گزارش همونجوری که اشاره کردم اشاره داره میشه این مهمترین عاملش به اینه که این زیر ساخت ها بروز نیست. زیر ساخت هم به روز نیست، برای اینکه سرمایه لازم هست، سرمایه گذاری خارجی. اینو مسئولان خود حکومت هم اشاره کردن در مورد گاز ایران و صنعت نفت ایران. اما همه اینها آقای محمدی میدونیم و میدونید و بسیاری از بینندگان ما میدونن که وابسته به روشن شدن نتیجه مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران است. درست؟ اما آقای حسن روحانی اومده گفتی که چندان خوشبین نیستیم. همون صحبت، همون حرفا، همون سخنان از دهان آقای حسن روحانی، همون چیزی که آقای خامنه‌ای چندین سال گفتن، آقای محمود احمدی نژاد هم گفته بود قبل از ایشون. چه هست قضیه؟ حضورتون عرض کنم، بعد از اینکه قبل از اینکه آقای روحانی نرفو بزنن، میدونید که آقای خامنه‌ای آمدن روز یک شنبه همین صحبت رو کردن، در این حالی که گفتن خب مزاحم این بچه ها نشین، اینا بچه های خود ما هستن، بچه های انقلاب هستن، دارن میرن مذاکره کنن و یک مذاکره مهمی و اینا رو سازشکار نخوانید و غیره، گفتن که باز من به آمریکا و غرب به طور کلی اعتماد ندارم. ولی این که آقای روحانی بعد از دو سه بار که هم آقای ظریف هم دیگر همکارانشون هم خودشون مذاکرات رو، مذاکرات دور اول رو مفید و سازنده خواندن و حالا میگوین خوشبین نیستم، که البته این خوشبین نیستم رو از روی سایت ها حذف کردن بعد از این،
و این خیلی جای تعجب داره. ببینید جناب چالنگی، آمدن دور دوم مذاکرات سیاسی رو با 5 برنامه در 7 و 8 نوامبر باید انجام بده و دور دوم مذاکرات فنی رو گذاشتن 11 و دعوت هم کردن از آقای آمانو که به تهران میره. بنابراین در واقع اون کنار آمدن مسائل فنی رو، کنار آمدن مسائل مدیریتی رو وابستش کردن به این که ببینن با در 7 و 8 نوامبر از نظر سیاسی چه امتیازی میتوانند بگیرن. آنچه که آقای روحانی میگوید، در یه اشاره هم بکنم که برخی فکر میکنن به صرف این که جمهوری اسلامی فقط راضی شده است که مذاکره بکند باید بیان بهش امتیاز بدن، اینها پس نشون میده که غرب از شرایطی که برای جمهوری اسلامی گذاشته عقب نشینی نکرد. آقای روحانی هم میداند که جمهوری اسلامی در واقع تحمل این گونه شرایط رو نخواهد داشت. ببینید جناب چالنگی، من این فکر میکنم که جمهوری اسلامی میخواهد از این مسئله، یعنی در الان در حال انجام یک تاکتیکه که اگر از این مشکل بگذره باز دوباره همون روشش رو ادامه خواهد داشت. خواهد گذشت آقای میبخشید آقای محمدی، اما سخنگوی خانم کاترین اشنون گفته این آخر بازی است و بسیار دیگه. آیا جامعه جهانی این تحمل رو خواهد داشت که این بازی اتمی ایران همچنان برای 4 دیگه ادامه پیدا کنه؟ ابدا. حتی قبل از اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه استحضار دارید که در کنگره آمریکا بحث این استش که تحریم دیگری رو وضع بکنن، جایی برسونن که تولید نفت ایران به 500,000 بشکه تقلیل پیدا بکنن. حالا صحبت میکردیم که تمام این سرمایه های مانند همون 7 میلیاردی که بانک جهانی گفته از بین رفته و الان قطر داره بهره برداری میکنه، در دریای مازندران یه جور، در خلیج فارس یه جور، همه گونه داره لطمه میخوره به خاطر اینکه این تحریم ها اجازه سرمایه گذاری رو نمیده. اما اینکه بگیم جامعه جهانی بخواهد موافقت بکند به صرف اینکه جمهوری اسلامی فقط اومده مذاکره کنه، دیدیم که هم مقامات آمریکایی و هم مقامات اروپایی گفتن که تا به نتیجه نرسیم، تا عمل نبینیم تغییر ایجاد نخواهد شد. تازه میگویند اگر فرض بکنیم جمهوری اسلامی این شرایط رو بپذیره، اون وقت تازه میتوانیم یه قدری مال بلوکه شده، پول بلوکه شده که در بانکهای اروپا هست این رو آزاد بکنیم که بتواند پول خودش رو به دست بیاره. ولی مسئله این هستش که این مذاکرات جناب شالنگی حالا به جای رسیده که خود آقای روحانی هم میگوید زیاد خوشبین نیست، به خاطر اینکه دور اول رو که میدونید اصلا اعلام نکردن که چه گفتن، فقط گفتن که مفید و سازنده بود. ولی بنده تصور نمی کنم به این راحتی ها این مذاکرات به نتیجه برسه. آقای آذربایجانی، ببینید اگه بخوام به طور ساده مثالی بزنیم که درآمد ملی در واقع وقتی وارد کشوری میشه قلب انسان رو ما مثال بزنیم، به هر حال باید رگهایی هست خون رو به همه بدن انسان جای مختلف میرسون، درست؟ این درآمد ملی رو اگر به یک منبع خونسازی در قلب تشبیه بکنیم، آیا این رگها، شارگها، مکانیزم این بدن اقتصادی کشور ایران سالم هست که به سفره مردم ایران برسه؟ گیرم که مذاکرات به نتیجه رسید، پولهای بلوکه شده ایران آزاد شد و و و خیر. آقای چالنگی، اقتصادی است بر پایه نفت، اقتصادی است که بیش از 87% دولتی است و این عملکردش سر و صدای همه آدم ها، حتی آدم های حکومتی رو هم در آورده و یادآوری میکنیم، همونجوری در طول برنامه تازه ترین اظهارات وزیر اقتصاد رو هم گفتیم، حتی اگر تمام فرض محال نیست، حتی اگر به توافق هم برسن، ما انتظار معجزه نمیتونیم داشته باشیم. به گفته
آقای طیب نیا حتی رشد اقتصادی 8% اونم تو شرایطی که ما 8.5% منفی هستیم باز هم افاقه نخواهد کرد. خیر، اصولا اقتصاد نفتی یکی از انتقاداتی هم که لااقل در مورد اقتصاد ایران حتی از دهه 50 به این طرف میشد، اقتصاد بر پایه نفت گرفتاری‌های خودشو داره. یکی از بخش‌های تورم‌زا بودن اقتصاد ایران هم همین است. بعد البته این انتقاد بوده هست و گفته میشه، اما در پیش از انقلاب مدیران نظام پیشین این موضوع رو پیش می‌کشن که ما، خود محمد رضا شاه پهلوی هم بر این نکته تاکید کرد که ما درآمد اون نفت، پیش از نفت که چیزی نبود، ایران کشور صنعتی یا کشاورزی عمده‌ای صادر کننده که نبود، نفت، اینها رو ما تبدیل میکنیم به صنایع پایه و مادر در ایران، یه همچین سیاست صبحانی آمد. حتی محمد رضا شاه پهلوی هر انتقادی که وارد باشه بر حکومت ایشون یا نباشه، هر چه که هست، من فقط نقل میکنم، من در اینجا نقل میکنم برای بینندگانی که در جریان نیستن، نسل جدید میگفته اگر ما نتونیم تا سال 2000 به اینجا، به این رشد اقتصادی و صنعتی برسیم، عضو باشگاه جهانی نخواهیم بود و برای همیشه عقب خواهیم افتاد با اون برنامه‌ای که وجود داشت. الان چنینه. از طرف دیگه اما وقتی اقتصاد نفتی، شما میرین جنوب خلیج فارس باز میبینین همش نفته، عربستان، کویت، تمام این کشورها، امارات با نفتش اما چنین کرده، یا بقیه با نفت، اونو چه اشکال داره؟ یعنی اگر درست اداره بشه میتونه مشکلی نباشه یا نه؟ بازم هست؟ نه، مسلما حتی عربستان رو که شما اشاره کردین آقا چلنگ، الان بیش از 10 ساله که اینا انرژی خورشیدی رو دارن اونجا به صورت خیلی جدی آغاز کردن، مسلما گرفتاری مدیریتی است. همونجوری که شما اشاره کردین، حتی در اقتصاد نفتی هم ما رتبه در میان 25 کشور منطقه موقعی که برای کسب و کار رتبه 22 رو داریم، به همون خاطر نشون میده، تایید فرمایش شما نشون میده گرفتاری خیلی عظیمه و مسئله مدیریتی است، احتمالاً فرای این که مسئله فقط نفت بخواد باشه. خب آقای محمدی عزیز، همینه، یعنی ببینید درآمد ملی نفت هست، نفت از زمین بیرون میاد، فروخته میشه به کشورهای خارج، درآمد گرفته میشه، وارد ایران میشه، به جای اینکه بره شعب مختلف به سفره مردم برسه، دوباره یه چرخی میزنه در ایران، از طرقی به خارج باز خواهد گشت، چه خریدهایی که میدونیم چجور هست، و بالاخره باز خواهد گشت به بانکهای اروپایی و کانادایی در حساب‌های خاص. این مکانیزم به نظر شما میتونه حلال مشکل، این مکانیزم چجور میشه تصحیحش کرد؟ یعنی یک راهی پیدا کرد به سفره مردم، بین چاه نفت و سفره مردم. اجازه بدین یه خورده به گذشته برگردیم. میدونیم که این تحریم ها در زمان آقای احمدی نژاد شده، یعنی قبل از اون تحریم نداشتیم. در ضمن تحریم فروش نفت، تحریم خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا در جولای 2012، یعنی یک سال و خورده ای پیش برقرار شد. خب حالا الان میخواهم بره و به این تحریم ها رو لغو کنن، فرض کنیم توانستن این کار رو بکنن، نفت رو هم فروختن، با پول این نفت چه خواهیم کرد؟ ما که قبلا که تحریم نبودیم، تا سال 2012 که نفت رو میفروختن، این پول رو چه کردن؟ بس بر سر این هستش که اساسا برنامه اقتصادی برای درسته اقتصاد ما اقتصاد نفتی است، ولی آمدن چه کردن؟ اون پولی که به دست آوردن یا خرج هزینه سنگین و بسیار گران قیمت و انرژی اتمی می کنند که اساساً چه بسا کشور ما نیاز نداشته باشه، وقتی که از ذر خورشیدی، از ذر نیروی باد، از ذر صدها می تواند انرژی تولید بکنند، چه بسا نیاز نداشته باشه. ولی از طرف دیگه بخشی رو خرج این می کنند که این همه مشکل سازه، و بخش بزرگی رو خوب خرج واردات می کنند. یعنی این وقتی دکتر ما میگیم خرج واردات میکنن، یعنی جناب شلنگی اجازه نمیدهند که واحد های تولیدی تشکیل بشه، کارخونه درست میشه، واحد تولیدی تشکیل بشه، مجتمع
کشت و صنعت تشکیل بشه. این از یه طرف، از طرف دیگه پولای ایران رو هم میبرن در این کشور و کشور خب صرف میکنن، مصرف میکنن. سوریه ما چه مربوطه که ما بیایم این همه پول رو به سوریه بدیم، این همه نفت ارزان بدیم، یا کشورهای دیگر، یا مثلا شما ببینید مسئله غزه، مسئله فلسطینی ها و اسرائیلی ها بسیار خب دعوا دارن هر چی که هست، ولی کی گفته که ما باید بیان تمام سرمایه های مملکت خودمون رو، نفت رو با بدبختی بفروشیم ببریم بدیم تحویل اونها، و حتی برای دانشجویان اونها هم حقوق تعیین میکنیم. اون دفعه عرض کردم خدمتتون در عراق بریم اونجا بیمارستان بسازیم، 1500 تا خونه بسازیم واسه مستمندان، یا در سوریه یا در ونزوئلا حتی. خب اینها بحث سر این هستش که پول نفت رو میخواهن چه بکنن. سوال فرمودید که این چجوری میشود که به نفع مردم باشه، به این صورت میشه که این پول نفتی که میاد، حالا بگذاریم از این که اساسا قرار بود این نفت به صورت در پتروشیمی به صورت کالاهای مختلف در بیاد بعد فروخته بشه، حالا هیچی، ولی الان همین پول نفتی که میاد روی یک برنامه ریزی درست خرج بشه که کشور بتوانه تولیدات خودش رو، نیازمندی های خودش رو تولید بکنه، به خودکفایی برسه. الان از نظر گندم، از نظر برنج، از هر جهتی هیچ رقم خودکفایی وجود نداره. خب این احتیاج به برنامه بزرگ داره و یک دید اقتصادی بزرگ داره و برنامه ریزی که متاسفانه هنوز هم نیست. حتی از نظر تعداد روحانی هم ملای بر منبر هم ظاهرا گفتن کم بود، از خودکفایی نرسیدن، چون یکی از مسئولان حکومت میگه ما احتیاج به حدود چند ده هزار نفر میگفت روحانی داریم. حالا برای چه کاری؟ برای مدارس و مختلف میگفتن. در همین زمینه هم الان آمدن، اون وقت الان آمدن دانشکده مدداری درست کردن که مدداران برن و لیسانس بگیرن، فوق لیسانس بگیرن، برای اینکه روزهایی که میخونن و متهایی که میکنن یه وقت خدا نکرده. بالاخره آقای محمدی، شما شاید چون مخالف از این حکومتی هست، حکومت جمهوری اسلامی، حکومت ولایت فقیه هست، برحال در حوزه های چون این حکومتی باید از همین نظرها شاید به خودکفایی رسید. اشکال چی هست؟ مدعا یا ملای برمنبر یا روحانی برمنبر یا هر چی هست؟ خب نتیجه اقتصادش هم همین میشه که داریم، هیچ بحثی نیست. اتفاقا به واسطه همین نوع حکومت، نوع نگرش حاکمان هستش که این مسئله اقتصادی پیش آمده. بله، وقتی میرن دنبال اون، نتیجهش هم همین هستش که میبینیم سفره مردم ایران خالی متاسفانه کارتون خواب و دختر و پسر کوچک دست فروش رو که باید مدرسه رو اصلا مدرسه نره، بیاد دست فروشی بکنه کنار خیابون بخوابه. خب نتیجهش همینه. بله درست میفرمایید، بله میرم دنبال من فقط تر موضوع میکنم، برای اینکه خب از حکومت اسلامی است یا مدعی اسلامی و چون هدفهایی در برنامهش باید باشه و میتونه باشه بدون هیچ مشکلی. آقای آذربایجانی، در یه همچین شرایطی سیاست در برابر آمریکا رو ما میبینیم، باز تظاهرات برگزار میشه، جناحی بر اون هستش که روابط رو حالا شدنیش نشدنیش به چه شکل میخوان عادی کنن، اما باز تظاهرات هست، تظاهرات مرگ بر آمریکا ده، میگن حتی ریشه این مرگ بر آمریکا در قرآن هست. چون این عرصه سیاسی چقدر مؤثر هست در بسیار بی‌اعتمادی جامعه غرب و مسائل اقتصادی ایران چقدر مؤثر هست؟ مؤثر آقای چالنگی، ما مثال زنده‌ای رو که در تمام این مدت اخیر، در یک سال و نیم اخیر ما دیدیم، به محض اینکه بحث نشستن پشت میز مذاکره ایران با غرب پیش میاد، یک امیدی به بازار میده، بازار مثلا بازار ارز و سکه یا حتی بورس تهران میتونه باشه، واکنش مثبت بازار رو در حقیقت در بر داره. به همون خاطر بسیاری از اشخاصی که مسائل ایران رو تعقیب میکنن به اشکال مختلف، این رو میبینن و دیدن بسیار مهمه. این
اگر این قطعی به اصطلاح بشه که به توافق نخواهند رسید، این پیشبینی ها وجود داره که نرخ دلار باز هم دیگه میتونه رو همین محدوده 3000 تومان وای نسته و بره بالاتر، چون یادمون باشه عرصه ها تنگ میشه، همین که نفت نمیتونن بفروشن، ارز نمیتونن در داخل کشور بیارن و عرضه و تقاضا با هم دیگه برابری نکنه و یک بار دیگه دلار باز بره بالا. یعنی اینا مربوط میشه به مذاکرات دور آینده مذاکرات. بله ریشه بله. بله. آقای محمدی عزیز، در این چند روز اخیر در خوزستان اتفاقی افتاد، جدا از کمبود آب و مسائل دیگه‌ای که مردم خوزستان دارن، گرد و غباری که طوفان‌های شن و همه این مسائل که دارن، بارانی که آمد و عرض کنم خدمت و گاز سمی که منتشر شد یا گاز دقیقاً به هر حال باعث مسمومیت شد در اونجا، نگاه شما رو و تفسیر شما رو ما میطلبیم درباره اینکه اهمیت محیط زیست برای حکومت ایران تا چند اندازه است. محیط زیست انسان ها، حالون که در ابتدای انقلاب وعده‌های بسیار زیادی داده شد از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در همین رابطه هم حتی. والا وقتی که جناب چلنگی به مسئله اقتصاد به این صورت نگاه میکنند و وضعیت اقتصادی رو به اینجا میرسونند، از ذر محیط زیست که اصلا فراموش میکنند، به خاطر اینکه اساسا در فکر و اندیشه چنین مسئله نیستند. ممکنه نگاهی شعاری بدن، یعنی شما نگاه بکنید که تمام مناطق کشور از نظر آب میبینیم وضعشون چجوریه، از نظر گرد و غبار میبینیم چجوریه، ولی کسی کاری نمیکنه. در اینجا هم برنامه ای ندارن اساسا، واسه شون این مسئله نیست. همون جوری که الان اشاره کردید و به درستی اشاره کردید، این هستش که اینها دنبال مسائل مذهبی خودشون هستن. خیلی ساده و راحت اداره امور کشور از زمین این هستش که حکومت رو حفظ بکنن به هر شکلی که شده، قدرت در دست خودشون باشه به هر شکلی که شده. حالا مردم خوزستان گرد و غبار چه کاری داره؟ بخوان مسموم بشن اصلا واسه شون اهمیتی نداره. این بسته به دید و اون نگاهیست که حاکمان دارن جناب چلنگی به مسئله. و متاسفانه میبینیم که از نظر محیط زیست واقعا چقدر عقب رفتیم و چقدر خطرناک شده اساسا. یعنی بسیاری بیماری ها رو ایجاد کرده، حتی بیماری هایی که ریشه کن شده بود دوباره الان شیوع پیدا میکنه و بسیار هم خطرناک است. و این محیط زیست به طوری غیر قابل زیست شده در مناطقی که در همون خوزستان در نزدیکی دسفور شیری نیز از پای در آمد، از شیرهای نادری که در ایران خبرش در این روزها بود. شیر بیابان، شیر بیشه، هر جا که بوده از پا در بود، از گشنگی یا آلودگی هوا یا هر چی که هست. اما آقای آذرباری عزیز، ایران کشور ثروتمندیش بالقوه، دومین منبع گاز، از بزرگترین منابع نفتی جهان، جزء پنج کشور نخست هست و و و معادن بسیار دیگه، مهمتر از همه نیروی انسانی کارآمد، بسیار کارآمد. این کشور ثروتمند که الان به گفته شما در ردیف کشورهای فقیر منطقه هست، به طور خلاصه اگه بخوایم بگین به چه راهی میتونه بره که مردمانش سعادتمند، سفره محترمی داشته باشن، آینده روشن جوانان در برابر خودشون، وضعیت اقتصادی درستی داشته باشن؟ احتمالاً در کوتاه‌ترین حالت ممکن به هر جهتی که تا به حال رفته به جهت مخالف دور بزنه و بره، اگر آدم بتونه توصیف کنه چنین امری رو. اما ولی اگه بخوایم تیتر و بهش اشاره، یعنی همون ادب است که آموختی از بی ادبان منظور چیزی شبیه به این، مسلما فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی،
هر آنچه که انجام شده و باور کردن و اینکه میدونم تصورش خورده سخته، عقب نشینی دولت، عذرخواهی دولت، اینکه در حقیقت این نوع اقتصاد کار نمیکنه به هیچ وجه و سپردنش دست آدم‌هایی که یا سررشته‌ای از این موضوع دارن یا سرمایه‌دار واقعی بدون بحث خودی یا ناخودی. چرا این دولت فکر میکنین که معتقد باشه که کار نمیکنه؟ داره کار میکنه این نوع اقتصاد برای یک عده لابد یا بله و برای عده کار میکنه، هرچند که خیلی اینو میگن بله و هرچند که بخشایی اشاره کردم جلوتر از جمله آقای لاریجانی در مجلس یا آقای رضایی در تصمیم مسئلات نظام همین بحث اقتصاد دولتی رو زیر سوال بردن، اما اقدام اصولی صورت نمیگیره چون من فکر کنم با کل ساختار حکومت متمایزه و نمیشه تغییر کنه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با سپاس بسیار از شما آقای وفا آذرباری در استودیو و سپاس بسیار داریم از آقای ناصر محمدی عزیز در لندن. این نکته رو هم یادآور بشیم که ما به بازار اشاره کردیم، قطعا در بازار ایران هستند مردمان شریفی که به گفته کوچه و بازار خود ما نون رو به طریق حلال میخورن و همچنان در کنار عرض کنم خدمتون مردم هستن از بابت اقتصادی، یعنی حاضر نیستن که در همین شرایط هم اجحافی از نظر اقتصادی بکنن و کسبه محترم در سراسر ایران قطعا چنین است. برای همه اونها احترام ویژه قائل هستیم، همچنان که برای همه آنان که گامی در راه بهبود سفره مردم برمیدارن بدون هیچ تردید. این شیوه ما بوده و اگر گاه اشاره می کنیم به کس یا کسانی صرفاً برای تاباندن نور بر گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران است ولاغه و در صورت لزوم گسترده‌تر ساختن این نور چنانچه کمکی بکنه به بهتر دیدن گذشته برای اینکه آینده رو دچار اشتباه نشیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.